عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیانان عزیز ارجمندم. آقای سپه برنامه رو هدایت میکنن. باید بریم به سراغ کی؟ آقای دکتر اسماعیل نوری‌الله، برنامه در زمانه تغییر. هم زمانه مفهوم خیلی مهمی است، هم تغییر مفهوم مهمی است. ببینید وقتی نگاه میکنیم به مسائل دنیای امروز متوجه میشیم که این دو مفهوم چقدر اهمیت پیدا کرد، چقدر اهمیت پیدا کرد. آقای دکتر نوری‌الله درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت شما سپر گرامی و شنوندگان و بینندگان برنامه نگاه. خب برنامه قبلم که خیلی مورد توجه قرار گرفته بود، دیدم که هم در فیسبوک شما و هم در بفرمایید در خدمتی. خواهش میکنم. من عرض کنم که رسیده بودم به بحث تغییر و راجع به عرض کنم که مفهوم روند که من پیشنهاد میکردم به جاش بذاریم فرگشت و شما هم پسندیدید پیشنهاد من رو، صحبت میکردیم و به هر حال کل حرف ما در مورد این هستش که ما اگر بخواهیم به تاریخ معاصر کشورمون برسیم و بررسیش بکنیم، لازمه برخی از ملاحظات عرض کنم که علمی رو تا حد ممکن در بررسی های خودمون اعمال بکنیم و به همین دلیل من وقت زیادی رو اختصاص دادم به مفهوم خود تاریخ، به مفهوم فلسفه تاریخ، به مفهوم روند یا فرگشت و مفهوم تغییر به طور کلی. اما یک بحث دیگری هم در زمینه بررسی این نوع مسائل وجود داره که فکر میکنم امروز رو اختصاص بهش بدیم بد نباشه، و اون بحث نگاه سیستمی به تاریخه. نگاه سیستمی یک نگاهیه که عرض کنم که تقریبا تمام مطالبی رو که در گذشته خدمتون عرض کردم اینها رو جمع‌بندی میکنه در یک پکیج یا یه بسته منسجم داخلی. سیستم عرض کنم که خب سابقه از لحاظ ریشه شناسی یک لغت یونانی باستان بوده که تحولاتی پیدا کرده. اول اسمش بوده سان هیستانا، که در واقع سان به معنی باس و هیستانا به معنی نظم بوده، یعنی با نظم، که هم صفت بوده و هم عرض کنم که اسم بوده، و به همین دلیل هم منظم میتونیم ترجمهش بکنیم و هم عرض کنم که خود نظم رو ازش استخراج میکنیم، که البته این تحولاتی پیدا کرده در یونانی جدیدتر شده ساستما، بعد این منتقل شده به زبان لاتین و در اونجا شده سیستما، و بالاخره از قرن 17 به بعد توی زبانهای اروپایی تبدیل شده به سیستم، که در انگلیسی همینطور که عرض میکنم می‌نویسن، در فرانسه یه ای هم آخرش میگذارن که البته خوانده نمیشه. و به هر حال چون این کلمه از اون منشأ اولیه خودش که به معنای نظم و منظم بوده است، در تعریف علمی خودش به خصوص از قرن 17 به بعد تغییراتی داده شده، من بیشتر ترجیح میدم که به جای اینکه بگم نظم یا نظام، به همین کلمه سیستم اکتفا بکنم، به خاطر اینکه نظام و این حرفا تو کاربردهایی که تو زبان فارسی به خصوص بعد از انقلاب 57 پیدا کرده یه خود مفهومهای سیاسی خاص رو پیدا کرده، در حالی که کلمه سیستم یک کلمه عمومی هستش. و به نظر من بین مفهوم تغییر در قالب روندها و مفهوم سیستم عرض کنم که یک پیوند بسیار محکمی وجود داره. یعنی اساساً ما نمیتونیم یک روند رو به عنوان یک تغییری که در یک زمانه معین صورت میگیره و آغاز و پایانی داره، نمیتونیم این رو عرض کنم که بدون توجه به اینکه داریم راجع به یک حرکت سیستمی صحبت میکنیم عرض کنم که بفهمیمش دقیقا. سیستم ها
یا همین نظام‌های منظم منسجم، عرض کنم که اولا سه دسته تقسیم میشن. یکیش سیستم‌های طبیعی هستن، همطور که در هفته گذشتم عرض کردم، انتخاب روند، انتخاب شروع و پایان و در اینجا انتخاب سیستمی که این روند و تغییر درش صورت میگیره، یه امر عرض کنم که اختیاریه. یعنی ما یک معیار و معینی رو برمیگزینیم و بر اساس اون معیار میپردازیم به اون تکه‌ای از زمان که درش تغییر سیستمیک رخ داده توجه میکنیم. سیستم های طبیعی سیستم هایی هستن که از اختیار ما خارجن، اما ما سیستم های انسانی یا آفریده به دست انسان رو هم داریم که بعضی هاشون رو میشه گفت سیستم های سخت، بعضی هاشون رو میشه گفت سیستم های نرم. به این معنی که در سیستم های سخت شما فکر کنید که مثلا یک اتومبیل رو که در نظر بگیریم، این یک سیستمیه که درش تغییر رخ میده. یعنی که عرض کنم که بنزین میاد، جرقه خورده میشه، چرخ میچرخه. و ولی این یک سیستم سختیه، از دست ما در نمیره، از کنترل ما در نمیره. اما سیستم های انسانی نرم هم وجود داریم که همونطور که هفته پیش صحبت کردیم، خود مقوله تاریخ یک مقوله است در علم نرم و در اینجا در سیستم نرم. یعنی که ما به محض اینکه میاییم در تاریخ یک مقطع، یه قیچی رو برمیداریم، دو طرف یک جریان همیشگی تاریخ رو قطع میکنیم بر اساس معیاری که انتخاب کرده ایم، عرض کنیم که خود به خود یه سیستمی رو از دل تاریخ بیرون کشیده ایم و حالا میخوایم بهش توجه بکنیم. اما نگاه سیستمی که خدمتون عرض کردم، که من ترجیح میدم که اگر راجع به تاریخ معاصر خودمون میخوایم صحبت بکنیم، کم و بیش با این نگاه سیستمی هم آشنا باشیم، مربوط میشود به این که مفهوم فعلی و علمی ما از واژه سیستم چیه. یا سیستم عرض کنم که یک مجموعه به هم پیوسته، عرض کنم که مرزداری هست که اون مرز رو انتخاب ما تعیین میکنه. یعنی ما به محض اینکه میخوایم بگیم که مثلا سولار سیستم یا منظومه خورشیدی، ما هستیم که میاییم تعیین میکنیم که ما میخوایم فقط راجع به یک تکه‌ای از کل این کهکشان و جهان مادی صحبت بکنیم و براش یه مرز قائل میشیم. حالا در اونجا مثلا مرزش میتواند قوه جاذبه خورشید باشه که در وسط منظومه قرار داره و عده‌ای از سیارات رو دور خودش میچرخونه، و وقتی که ما از حوزه جاذبه خورشید خارج میشیم میتونیم بریم به سیستم‌های دیگه. بنابراین هر سیستمی یه مرزی داره و در داخل خودش اون وقت عرض کنم که خرد سیستم هایی داره. یعنی که ما انتخاب میکنیم یک قطعه رو و در این انتخاب خودمون در داخل سیستمی که انتخاب کرده ایم خرد سیستم های مختلفی وجود داره، مثلا باز منظومه شمسی که خورشید و سیارات در واقع هر کدومشون جزء کوچکی از کل سیستم منظومه شمسی هستن. و بعد هم مسئله سلسله مراتبی هستش که در بین اجزاء داخلی یک سیستم که بهشون میگن ساب سیستم، که در فارسی میتونیم بگیم خرده سیستم، عرض کنم که اینها روی یک هرم هیرارشیک یا سلسله مراتبی قرار میگیرن. بعضی هاشون بالا هستن، بهشون میگن روبنایی، بعضی هاشون رو میگن که میانی، و بعضی هاشون هم میگن زیربنایی، یعنی پایه این هستش. مثلا خورشید زیربنای عرض کنم که منظومه شمسی ماست، سیارات میتونن عرض کنم که به دور خورشید بگردن و خورد سیستم ها محسوب بشن. حالا این سیستم عرض کنم که چون ما از در مسئله تغییر وارد این نگاه شده ایم،
و میخوایم ببینیم که سیستم ها چگونه تغییر میکنند. عرض کنم اولا باید بدونیم که در داخل سیستم ها برخی از خورده سیستم ها نسبت به تغییر آمادگی و استعداد بیشتری داره، بعضی ها نه، مقاوم هستن و در مقابل تغییر مقاومت میکنن. و در این حال هر سیستمی میتواند در داخل خودش تغییرات تدریجی بکنه. یک وقت هستش که ما از خارج سیستم یک تغییر رو وارد سیستم میکنیم و میشینیم به ملاحظه این که این تغییر وارد شده از خارج چه تأثیری روی سیستم میذاره. خب نمیخوام بیریم حالا میخوام چه نتیجه گیری بکنیم از شناخت سیستم. چه نتیجه گیری؟ اگر به من اجازه بدین شاید من در دو سه جمله دیگه به این نکته برسم. خواهش میکنم. بفهم. مثلا وقتی که ما فکر کنیم که این سیستم سولار سیستم یا منظومه شمسی، عرض کنم که خب وجود داره، درش سیارات هستن، خورشید در التهاب هست، گاهی شعله میکشه، گاهی شعله هاش فرو میکشه، تأثیرات مختلف داخلی در این سیستم داره. ولی حالا فکر کنیم که از بیرون از این سیستم یک شهابی مثلا وارد این سیستم میشه و میاد مثلا میخوره به یک کدوم از کرات داخل این سیستم، و مطالعه این که این عنصر خارجی که آمده است داخل سیستم چه نتایجی رو میده، این خودش یک مقوله خاص از مطالعه سیستمی که پدیده ها هستش. مثلا ما میدونیم که میگویند در چندین میلیون سال پیش یکی از این شهاب ها آمده است خورده به زمین و آنچنان گرد و خاک و غباری رو ایجاد کرده که مثلا دایناسورها همه مردن، و پس از فرو نشستن، عرض کنم که اون گرد و غبار و این حرفا بوده است که زندگی دو مرتبه جریان پیدا کرده و موجودات جدیدی که کاملا متفاوت هستند با موجودات پیش از، عرض کنم، اصابت اون شهاب به کره زمین به وجود آمدن. اگر که ما مطالعات تاریخی خودمون رو با توجه به این نگاه سیستمی انجام بدین، به نظر من فایدهش اینه که ما اولا متوجه میشیم که در داخل اون سیستمی که انتخاب کرده ایم یا در داخل اون مقطع و اون روندی که انتخاب کرده ایم، اولا باید بدانیم که اجزاء داخلی اون سیستم که اون سیستم رو میگردوندند چه بودند. دوم این که آیا این سیستم فقط در داخل خودش تغییر میکرده و متحول میشده، یا اینکه نه، یه عنصر خارجی آمده است و عرض کنم که تغییر داده است. و در این حال عناصر داخل این سیستم، عرض کنم که کدوم دستشون عوامل تسهیل کننده پذیرش تغییر بودن، کدوم عوامل بازدارنده بودن. شما مثلا نگاه بکنید، همین اگر که بگیریم مثلا کشور عراق رو بگیریم که این یک سیستمی بوده است که داشته کار خودشو میکرده، نمیدونم خورده سیستم هایی مثل ارتش داشته، فرماندهی داشته، نمیدونم رهبری داشته، اقتصاد داشته، نفت داشته و همه این حرفا. و اینها خب در عمر خود ما شاهد این بوده ایم که چگونه این از پادشاهی تبدیل شد به جمهوری و رسیدش مثلا به آقای صدام حسین. این تغییرات داخلی این سیستم بود. اما یک مرتبه ما میبینیم که امریکا قشون میکشه و میاد عراق رو فتح میکنه، یعنی یه عنصر خارجی رو ما وارد سیستم میکنیم و میبینیم که کل این سیستم، عرض کنم که، اولا متوقف میشه حرکت عادیش و در این حال بعضی چیزا متلاشی میشه، و در این حال متوجه این میشیم که در داخل این سیستم چه عواملی بازدارنده تغییر بودن و چه عواملی تسهیل کننده بودن. و
وقتی که ما با این عینک به اون برهه‌ای از زمان یا اون زمانه‌ای از زمان که انتخاب کرده ایم نگاه بکنیم، اون وقت به نظر بنده امکان این که بفهمیم که چرا این اتفاقات افتاده است بسیار مهمه. بنده در این سلسله بحثایی که شروع کردم، نظرم اینه که ما یک روند سراسری داشتیم که آغاز و انجام معینی داره. در جلسات قبلم با هم صحبت کرده بودیم که مثلا بگیریم انقلاب مشروطه تا انقلاب عرض کنم که اسلامی رو به عنوان اون روندی که میخوایم ملاحظه بکنیم و زمانهی که میخوایم تحلیل و تحلیل بکنیم انتخاب بکنیم، ببینیم که تغییر در سیستم از کجا وارد شده و به علت انتخاب اون ورودیه چه نتایجی رو برای تاریخ معاصر ما و زندگی ما داشته. این یه امر بدیهی و عرض کنم که مورد پذیرش همگانه که ما تا مقطع فتلی شاه و شروع جنگ های ایران و روس یک سیستمی رو در جامعه خودمون داشتیم که لااقل از پیدایش شاه اسماعیل صفوی تا فتلی شاه یک تغییرات داخلی رو طی می‌کرده. حتی مثلا حمله افغان ها هم بعضیا تصور میکنند که یک حمله مثل حمله مثلا امریکایی‌ها به عراق بوده، در حالی که اگر که دقیقاً تاریخ رو بخونیم متوجه میشیم که عرض کنم که اصلا افغانستان بخشی از ایران بوده و افغان‌ها ایرانی بودند و اگر که در مقابل حکومت اصفهان، حکومت صفوی اصفهان سر به شورش برداشتن، این هم یه امر داخلی بوده. بنابراین تغییراتی که در سیستم ایجاد کرده تغییرات خاصیه. اما ما در زمانه فتلی شاه میرسیم به مقطع جنگ های ایران و روس و در این جنگ ها هستش که ما متوالیاً شکست میخوریم و سرزمین های وسیعی رو که اگر جمع بزنن شاید خیلی کم باشه، کمتر از کل آنچه که امروز ایران بهش میگیم رو ما از دست دادیم و این یک تکانه بسیار شدیدی رو در عرض کنم که سیستم اجتماعی ما ایجاد کرده. یعنی این پرسش که چه شد که وقتی یک زمانی ما در مثلا عهد صفویه امپراتوری داشتیم، امپراتوری که تنه میزد به امپراتوری عثمانی و عرض کنم که شما هرچی منابع مختلف رو که مطالعه میکنید میبینید که راجع به امپراتوری مثلا پرشیا که منابع فرنگی صحبت میکنن واقعا معتقدن که این یک نیروی عظیمی است که یه منطقه بزرگی از منطقه حساس خاورمیانه رو در بر گرفته. این چگونه شدش که ما متوقف شدیم و جهان غرب پیشرفت کرد و این پیشرفت به اونها آنچنان قدرتی رو بخشید که این بار که آمدیم روبرو شدیم با اونها سراپا ذلیل و شکست خورده شدیم و اونها سرزمین های ما رو هم از هم گرفتند و بردن. به نظر من آغاز اون یعنی اون تغییری یا اون تزریق تغییری که در جامعه بازمانده از عهد صفوی، حالا افشاریه و زندیه رو فعلا بذاریم کنار، موجب شد این آگاهی به عقب مفتادگی و عرض کنم که شکست خوردگی جامعه ایران بود و این پرسش در واقع از درون سیستم اجتماعی ایران یه دری رو باز کرد به جهان بیرونی که ما بیخبر ازش بودیم و نگاه ایرانی، نگاه روشنفکر ایرانی، سیاستمدار ایرانی از این پنجره نگاه کرد به دنیا که ببینه دنیا چه خبره. و وقتی که ملتفت شد که
مثلا اروپا عرض کنم که دوران عصر روشنگری رو از سر گذرونده و یک باره یک جهانی با مفاهیمی کاملا نو آفریده که درش مثلا خدامداری جای خودش رو داده به انسانمداری، انسان شده مرکز کائنات، انسان شده تعیین کننده سرنوشت خودش، در نتیجه حکومت تبدیل شده به حکومت انسانها، اسمش شده دموکراسی. آمدن مذهب رو از عرض کنم که حکومت خارج کردند، برای اینکه به حال مذهب یک امر تبعیض آفرینیه بین مؤمنان خودش و دیگران تفاوت‌های تبعیض آفرین بسیار قائل میشه. و بعد مسئله عرض کنم که انتخابات، مجلس شورا، تفکیک قوا، همه این حرفا از این پنجره‌ای که ما رو به جهان باز کردیم ریخت در داخل این سیستم و مثل یک زلزله کل این سیستم رو تکان داد. و عرض کنم که به نظر من میتونیم از پیدایش خود عباس میرزا قائم مقام امیر کبیر از یک سو صحبت بکنیم، پیدایش مثلا یک جریان مذهبی نوینی به نام بابیه که تبدیل به بهائیت شد، این خودش ناشی از این قضیه بودش که چگونه میشود در داخل ایران هم همون جریانی رو که در فرنگی بهش اسمشو گذاشته بودن پروتستانتیزم به معنای مکتب اعتراض، این اعتراض رو چگونه میشود در جامعه خودمون پیاده کرد. و همه اینها، همه عرض کنم که رسالاتی که روشنفکران ما در مورد غرب عرض کنم که نوشته بودند، اینها همه منجر به این شدش که ما برسیم به اون مقطعی که به عنوان آغاز روند زندگی امروز خودمون بهش توجه داریم و اون مسئله انقلاب مشروطه است. انقلاب مشروطه در واقع میخواست که اون عقب ماندگی چندین قرنی جامعه ما رو از جامعه جهانی، منظور جامعه غربی است، جبران بکنه و این جبران رو از طریق آشنایی و آوردن اون مفهوم ها به داخل سیستم خودش انجام بده. بنابراین انقلاب مشروطه که شد، در واقع ما صاحب قانون اساسی شدیم، صاحب مفهوم ملت شدیم، صاحب مفهوم دولت شدیم، صاحب عرض کنم که مرز شدیم، صاحب کشور شدیم. اینا همه قراردادهای اجتماعی هستند که در غرب تعریف شده و پرورش یافته بود و اینها آمد به داخل کشور. و عرض کنم که همه عناصر داخلی این سیستم رو، یعنی همه این خرد سیستم ها رو تحت شعاع خودش قرار داد و اونها رو وادار کرد به این که عرض کنم که در مقابل آنچه که آمده است عکس العمل نشون بده. به نظر من در اینجا هستش که ما برای آغاز مطالعه زمانه از مشروطیت تا مشروعیت سال 57 ناگزیریم که بپردازیم به عوامل بازدارنده و عوامل تسهیل کننده داخل این سیستم، چون اینها هستن که در واقع روی این صحنه تئاتری که به وجود میاد باید یا این تغییر آمده از بیرون به داخل سیستم رو متوقف کنن و یا اینکه گسترشش بدن. و جالبه که حالا ما به یه دوره میرسیم در همین دوره مشروطیت که همطور که آقای دکتر نوریالا اشاره کردن، تقریبا میشه گفت ما اون شاهرایی که به دنبالش بودیم پیدا کردیم، یعنی شناخت پیدا کرده بود به اینکه بقیه ملت‌ها چه راهی رفتن که به اینجا رسیدن، ما باید همون راه رو طی بکنیم، سعی هم بکنیم چیزهای خوب از کشورهای غربی و پیشرفته بگیریم، چیزهای بد و سنت‌های بد رو دور بریزیم، مضاف بر اینکه مذهب رو هم دخالت ندیم در امر حکومت، در امر آموزش و پرورش، در امر قضا و بب. اما عجیبه، 100 سال میگذره یا نزدیک به 100 سال، این میرسیم به یک جایی که درست میل به عقب‌گرد میکنیم. یعنی حتی برجسته‌ترین روشنفکران ما هم ترجیح میدن که یک جوری حکومت رو به مذهب پیوند بزنن.
سرخوش میشن از اینکه یک انقلاب مذهبی در راهه و در جهت تقویتش تلاش میکنه. حالا سوال اینه که چیه، چه اتفاقی در ما رخ داد تو این مدت، در این فاصله، که ناگهان از عناصر پیشرو تبدیل شدیم به عناصری که میل به گذشته پیدا کردیم، میخوام به عصر قارها برگردیم، اینو قارنشین بشیم. چون یه مفهومش همین دیگه، نگاه کنید امروز به سرنوشت خاورمیانه، یعنی چندین قوم و قبیله قصد کردن که سرنوشت خاورمیانه رو به دوران قارنشینی انسان پیوند بزنن. داعش نمونه شه، بقیه گروه هایی که امروز فعالن در ایران ما کم نداریم، مرتجعینی که همین طرز تفکر مثل مصباح یزدی. چی شد آقای نوری علا؟ اینو اگه اجازه بدید در جلسات بعد ولی مختصرا چیزی بگید، هنوز یک دقیقه وقت بفرمایید. من بیشتر در واقع این چند جلسه، 5-6 جلسه اخیری که داشتیم رو در واقع سعی کردم که اون دیدگاهی رو که از اون دیدگاه میخوام به تاریخ معاصر نگاه بکنم و تفسیر مثلا خودم رو بیان بکنم بسازم و بگم که ما چگونه داریم به این جریان نگاه میکنیم، چگونه این جریان رو انتخاب میکنیم، بازیگرانش رو تشخیص میدیم، شاید بتونیم اون وقت به این سوالاتی که شما میگید دقیقتر جواب بدیم، پاسخ بدیم. به هر حال غرض من این استش که ما الان با یک سیستمی روبرو هستیم که یک عنصری از خارج وارد شده و داره داخل این سیستم رو مثل یک قاشقی که توی مثلا چای هم میزنیم داره هم میزنه این سیستم رو. اشارتون به ایرانه؟ بله. اشارتون به ایرانه؟ بله ایرانه. عرض کنم که از فتحعلی شاه به بعد دیگه، یعنی از فتحعلی شاه، جنگ های ایران و روس تا تحقق، یعنی تا پیروزی انقلاب مشروطه، ما یه دوران ورود تغییر رو داریم که این در مظاهر مختلف زندگی اجتماعی ما یا در زبان نگاه سیستمی به خورد سیستم های ما عرض کنم که وارد میشه و اونها رو وادار به عکس العمل میکنه. این بحث عرض کنم که ما رو میرسونه به یک بحث عمده‌ای در جامعه شناسی که به نظر من آدم در اون مورد هم باید یک کمی تعمق بکنه و تکلیف خودش رو روشن کنه، به خاطر اینکه همطور که عرض کردم از دید تغییر این عناصر یا خرد سیستم هایی که در داخل یک سیستم قرار دارند، اینها عرض کنم که در یک سلسله مراتبی قرار میگیرن. یعنی اینکه اونهایی که میتونن تغییر رو به کل سیستم منتقل کنند میشن عناصر زیربنایی که کل این سیستم روش بنا شده، و عرض کنم که بقیه عناصر میشن عناصر روبنایی. در همون منظومه شمسی که خدمتون عرض کردم، شما فکر کنید که اگر که تغییری در ساختار مثلا خورشید رخ بده، احتمال یا مثلا خورشید سه برابر حرارتش بشه، تمام از کار که کل این سیستم به هم میریزه. شاید اصلا نه، احتیاج نیست که خورشید خود بشر داره این کارو میکنه الان با کارهایی که بشر کرده. واقعا این تغییراتی که در محیط زیست فراهم کرده، تمام این قواعد زیست محیطی رو به هم ریخته، بافت زیست محیطی رو، خودشون خطر رو الان بگوشده بوده که کره زمین نابود بشه. خیلی تشکر میکنم، متاسفانه وقت ما تمام شد. آقای نوریالا، تا هفته آینده که گفتگو رو با شما رو دنبال میکنیم، موافقید؟ تشکر میکنم، خدا نگهدار. همینان هم اگه شما پرسش هایی داشته باشید، میتونه از طریق فیسبوک ایران فردا با مهمانان برنامه در میان بگذارید. خدا نگهدار.